سرخط خبرها. دیدار روحانی از اتریش در ادامه سفر اروپاییش. رئیس جمهوری ایران همچنان به دنبال زنده نگه داشتن برجام. قرار آمریکا خلاف قانون، خلاف مصوبات شورای امنیت، خلاف تعهدات چند جانبه هست و بی تردید. اینجا در وین سفر رسمی روحانی تحت شعاع اتهام‌های تازه تروریستی علیه ایران. یک کشته و 10 زخمی در اعتراض‌های فاریاب. نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. معترضان ساختمان ولایت را آتش زدند. تلاش برای عبور از بحران ارزی در ایران. بازار ثانویه آغاز به کار کرد. وارد کننده با صادر کننده تفاهم میکنه و در با ثبت این تفاهم در سامانه جامعه تجارت این کار میتونه عملیاتی بشه. و بیم و امید برای نجات پسر بچه های تایلندی. دولت میگوید اولویت امنیت بچه هاست. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین بخش از سفر اروپاییش دیداری رسمی را از اتریش آغاز کرده. دیداری که بازداشت یک دیپلمات ایرانی وابسته به سفارت ایران در وین به ضمن فعالیت‌های تروریستی حالا بر آن سایه انداخته. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر اروپا منافع کشورش را تضمین کند، ایران بدون آمریکا هم میتواند که در برجام بماند. اتریش رئیس دوره اتحادیه اروپا. خبرنگار ما کسرا ناجی به وین سفر کرده و از همین شهر حالا همراه ماست. کسرا، چقدر این دستگیری میتونه روی سفری که آقای روحانی کرده تا حالا تاثیر بگذاره؟ خب تاثیر گذاشته و تاثیرم خواهد گذاشت در ساعات آینده، روزهای آینده، شاید ماهای آینده. همینجوری که گفتی این دومین قسمت از سفر اروپایی آقای روحانی. دیروز و پریروز ایشون در سوئیس بود، امروز در اتریش است. سفرش هم به اونجا و هم به اینجا با اعتراض روبرو شده، اعتراض آمریکا و اسرائیل که هر دو تاکید دارند که ایران و حکومت ایران، رهبران ایران باید منزوی نگه داشته بشن. ولی علی‌رغم این اعتراض ها استقبال خوبی از آقای روحانی امروز اینجا شد، علی‌رغم اتهام های به اصطلاح دست داشتن ایران در یک سری فعالیت های تروریستی تازه، و دیدن این استقبال خودش جالب بود. فرش قرمز برای حسن روحانی اینجا در وین در این سفر رسمی او به اتریش. اینجا نشانه ای از ناخرسندی میزبان دیده نمی شود. اتریش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را هفته گذشته به دست گرفت و استقبال رسمی و گرم از آقای روحانی در اینجا در اتریش بعد از چنین استقبالی در سوئیس پیامی به آمریکا دارد که اروپا سخت با منزوی کردن ایران و برهم زدن توافق هسته‌ای مخالف است. اینجا خوش و بش آقای روحانی با وزیر خارجه اتریش. وزارت خارجه اتریش دیروز سفیر ایران در اتریش را فراخواند تا پیامی به او بدهد. مسئولیت دیپلماتیک فرد دستگیر شده در آلمان را لغو کنید. به سفیر ایران این هشدار هم داده شد که چون علیه دیپلمات دستگیر شده که عضو سفارت ایران در وین است، اروپا دستور جلب صادر کرده، اتریش به هر حال مسئولیت این دیپلمات را رأساً ظرف 48 ساعت لغو خواهد کرد. یعنی تا فردا. در سفارت ایران امروز سکوت. وزیر خارجه ایران گفته است که این سر و صداها یک توطئه است علیه ایران برای تحت شعاع قرار دادن سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا. او قول داده است با تحقیقات پلیس در 4 کشور اروپایی، اتریش، آلمان، فرانسه و بلژیک همکاری کند. برای طرف ایرانی اما امروز تمرکز بر روی زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای بود، چیزی که وین هم خواهان آن است. تا جایی که برای ایران امکان پذیر باشه
برجام را حفظ و حراست خواهد کرد. این در صورتی است که ایران بتونه از منافع برجام به خوبی استفاده کنه. ما با اتریش آقای روحانی دیشب برای ایرانیان مقیم اتریش سخنرانی کرد. او گفت ایران میتواند برای ادامه ارتباطات تجاریش با اروپا به شرکت‌های کوچک متکی باشد. درسته برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی میگن ما مشکل داریم با ایران ادامه بدیم. همزمان شرکت‌های متوسط و کوچک به ما اعلام می‌کنن که ما آماده ایم با ایران کار بکنیم. حالا اتفاقا ما اگر می‌خوایم انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام بدیم، شرکت‌های متوسط و کوچک بهتر می‌تونن با شرکت‌های ما کنار هم قرار بگیرن و تکنولوژی رو وارد کشور ما بکنن تا یک شرکت خیلی بزرگ. گفتگوهای ایران و اتریش امروز در سایه اتهام‌های تازه فعالیت‌های تروریستی علیه ایران برگزار شد. چیزی که هر دو طرف ترجیح می‌دادن چنین نباشد. این رو هم بگم که اتریشی‌ها و اتریش این حمله تروریستی 29 سال پیش رو اینجا در همین شهر فراموش نکردن. در واقع هفته دیگه در واقع میشه 29مین سالگرد این حمله هولناک تروریستی، موقعی که چند نفر ایرانی در پوشش دیپلمات در اینجا ملاقاتی داشتن با رهبر عبدالقاسم، رهبر حزب دموکرات قاسملو، و در اتاق اونها رو به او و دو نفر از یارانش رو به گلوله بستن، گلوله باران کردن و بعد هم از ایران فرار کردن. همون موقع اتریش ایران رو رسما متهم به دست داشتن در این ترور کرد و هنوز همینجوری که میگم فراموش نشده، سایه انداخته. ولی باید دید، این رو هم بگم، از اون طرف هم اتریش و هم اروپا در واقع تلاش دارن که سعی کنن که ایران منزوی نباشه و این توافق هسته‌ای کماکان اجرا بشه و شرکت‌های ایرانی و اروپایی بتونن با هم مبادله کنن و تجارت کنن. ولی این رو هم بگم که خب آمریکا هم داره از اون طرف فشار میاره. همین مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا برایان هوک همین چند ساعت پیش صحبت کرد، راجع به سابقه تروریستی ایران در کشورهای مختلف صحبت از این کرد که میخواد آمریکا یادآوری کنه به مردم جهان در مورد فعالیت‌های تروریستیش، در مورد بمب‌گذاری‌هاش، در مورد حملات سایبریش، در مورد آدم‌ربایی‌هاش، گروگانگیری‌هاش، هواپیما‌ربایی‌هاش. به هر حال آمریکا داره فشار میاره این رو یادآوری کنه به اتریش و به اروپا که به همین دلیله که میخواد ایران منزوی باشه. ممنونم. کس را اشاره کردی؟ آقای قاسملو، عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. کس را ناجی همراه ما. در دومین روز اعتراض شماری از شهروندان ولایت فاریاب به دستگیری نظام الدین قیصاری از فرماندهان وابسته به حزب جنبش، یک غیر نظامی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. معترضان خشمگین از شلیک پلیس وارد ساختمان‌های ولایت فاریاب شده و بخشی از آن را به آتش کشیدند. نظام الدین قیصاری نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، دیروز پس از یک درگیری مسلحانه در این ولایت در شمال افغانستان بازداشت شد. ارشاد هنریار، خبرنگار ما از کابل همراه ماست. ارشاد، کمی بیشتر از درگیری‌های امروز برامون بگو که چه رخ داد. معترضان که شمارشان به صدها زن و مرد می‌رسیدن، امروز هم از مرکز شهر میمنه حرکت کردند به طرف ساختمان دفتر والی ای ولایت و اعتراضشان بر دستگیری نظام الدین قیصاری نماینده ویژه جنرال دوستم بود. اونها عکسایی از نظام الدین قیصاری با خود حمل می‌کردند و شعار مرگ بر دولت و مرگ بر اشرف غنی سر می‌دادند. اونها میگن که ما وقتی که به نزدیک اداره امنیت ولایت فاریاب رسیدیم بر ما شلیک شد و
ایشیلیک باعث شد که ما هم واکنش نشان بدهیم و سنگ پرتاب بکنیم به سوی پلیس. و در شلیکی که پلیس کرد، برخی منابع میگه که 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شده، برخی منابع میگن که 1 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. اما آمار دقیق و درست هنوز ما از اونجا نداریم. در میان زخمی ها به نظر می رسید که افراد زیر 18 سال هم باشند و این معترضان میگفتند که دولت در یک توطئه سازمان یافته میخواهد که حزب جمعیت حزب جنبش تضعیف بکنه و با این اقدامات میخواهد که وضعیت فاریاب را از آنچه که هست خرابتر بکنه. اونها هشدار میدادند که اگر توجه نشود به وضعیت فاریاب، اگر اونها آقای قیصری را آزاد نسازند، شاهد واکنش های جدی تر و حادثات بدتر خواهند بود. الان وضعیت در فاریاب چطوره؟ در تماسی که ما با برخی منابع محلی داشتیم، اونها میگفتند که ترس و وحشت در این شهر سایه انداخته، مغازه ها تعطیل است، شهر به صورت کلی تعطیل است و همه با ترس و هراس زندگی میکنند. از دیروز راه به فاریاب از منطقه پل خراسان ولایت جوزجان، شاهراهی که به فاریاب و سرپل و میمنه و اینجاها وصل میشه، بسته است و این مشکلات بر مردم به بار آورده. امروز دولت گفت که یک هیئت دولتی به خاطر بررسی وضعیت امنیتی به فاریاب رفته تا ببینه که چی میشه. اما معترضان هشدار میتن و پیوسته میگن که تا آزاد نشدن آقای قیصری اعتراض هایشان گسترده‌تر هم میشه و به اعتراض های ادامه میده. دولت میگه که اونها تلاش میکنن جلوی ملیشه سازی را بگیره و کسایی که زورمندای محلی هستند اجازه را نداشته باشند که در مقابل دولت بیستند. این اعتراض ها و این تصمیم دولت که آقای قیصری را بازداشت کرده و اونها دستگیر کرده، اعتراض های گسترده را در حتی در میان دیگر احزاب هم داشته، به خاطر که اونها دولت را به این متهم میکنن که جلوی فعالیت احزاب حتی میگیره. اما دولت میگه که این تلاش است به خاطر جلوگیری از ملیشه سازی در ولایت های کشور و میگه تنها به فاریاب هم خلاصه نمیشه، تلاش ها آغاز شده. در ولایت های دیگر هم کسایی که زورمندای محلی هستند، تفنگداران غیر مسئول محلی هستند و زندگی مردم با چالش مواجه میکنن، دستگیر میشن. ممنونم ارشاد هنریار از کابل همراه ما. برنامه را با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. خبر لغو سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را ایران تکذیب کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته اصولاً چنین برنامه‌ای وجود نداشته که حالا لغو شود. بهرام قاسمی روابط دو کشور را بسیار خوب توصیف کرد. رسانه‌های ژاپن از قول مقام‌های دولتی گزارش کرده بودند که شینزو آبه قرار بود اواسط ماه جاری میلادی در بازگشت از سفر اروپاییش علاوه بر مصر و عربستان سعودی به تهران هم برود، اما این سفر به خاطر فشار آمریکا لغو شده. از زمان انقلاب ایران هیچ یک از نخست وزیران ژاپن تا کنون به تهران سفر نکرده. معاون اول دادستان ایران از تلاش دادستانی برای فیلتر کردن اینستاگرام خبر داده. خبرگزاری فارس به نقل از معاون اول دادستان گفته بعضی از چهره‌های مشهور در این شبکه اجتماعی به بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت اقداماتی کردند که منجر به کلاهبرداری‌های متعدد شده. در همین حال وزیر ارتباطات ایران گفته تلاش برخی برای فیلتر کردن سرویس‌های اینترنتی چیز تازه‌ای نیست و بعضی از رسانه‌های موضوع قدیمی را برای انحراف افکار عمومی از مطالبه شفافیت درباره سوء استفاده‌های ارزی اخیر مطرح کردند. استانداری تهران ساعت کاری اداره های این استان را از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر اعلام کرده. در بخشنامه استانداری آمده که این تغییر ساعت بر اساس مصوبه هیئت وزیران و برای صرفه‌جویی در مصرف برق است و تا آخر تیر ماه ادامه دارد. از دستگاه های اجرایی هم خواسته شده که سیستم های سرمایشی را در دمای 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنند و حد اکثر تا ساعت 1:30 بعد از ظهر آن را خاموش کنند. در روزهای اخیر افزایش دمای هوا و استفاده از کولر باعث قطعی برق در بسیاری از مناطق ایران شده. و رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی معروف به سلطان سکه خبر داده و گفته که این شخص پارسال 2 تن سکه طلا جمع‌آوری کرد و امسال به قیمت دلخواهش در بازار عرضه کرد. به گفته حسین رحیمی، پلیس همچنین فردی را دستگیر کرده که 170 میلیارد تومان سکه خریده بود. افزایش شدید قیمت سکه طی ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشته. باز هم در ایران، به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، از امروز بازار ثانویه ارز شروع به کار کرده. در این بازار صادرکننده ها و وارد کننده ها می توانند با نرخی که بین خودشون توافق می کنند ارز خرید و فروش کنند. 2 ماه پیش ایران سامانه ارزی نیما رو راه انداخته بود که قرار بود تنها بستر خرید و فروش ارز باشه.
در هفته‌های اخیر قیمت ارزهای مختلف در بازار آزاد به شدت افزایش یافته. امیر پایور خبرنگار اقتصادی ما در استودیو همراه من تا برام بیشتر توضیح بده که اصلا چه شد دولت ایران که اون سامانه ارزی نیما رو راه انداخته و حالا دنبال یک سامانه جدید رفته. جواب کوتاهش این است که طبیعتاً به اون قیمتی که قرار بود در سامانه نیما ارز خرید و فروش بشه، یعنی دلار 4200 تومان، دولت ناتوانه از این که با این قیمت به همه نیازها پاسخ بده، به رغم اینکه وقتی که دلار 4200 تومانی رو آقای جهانگیری اعلام کرد با قطعیت گفت که این در واقع تنها نرخ رسمی دلار خواهد بود و به تمام نیازهای به تمام واردات مورد نیاز کشور هم تعلق خواهد گرفت. البته خب تعریف مورد نیاز رو میشه هفته به هفته، ماه به ماه بر اساس شرایط کشور تغییر داد. شرایط ایران تغییر کرده، قیمت ارز همونطور که اشاره کردی به شدت بالا رفته. اختلاف بین اون نرخی که دولت اعلام کرده بود و قرار بود تنها نرخ رسمی دلار باشه با اون چه که الان در بازار وجود داره، چیزی دور بر 8000 تومان و شاید بالاتر پایین‌تر، خیلی متفاوته. بنابراین اصلا به صرفه نیست که دولت بخواد با اون قیمت همچین ارزی رو در بازار بده. چیزی هم نیست که عجیب غریب باشه، خیلی ها پیش بینی کرده بودن. در همین برنامه‌های خودمون ما گفته بودیم که احتمال داره اگر دولت توانایی اینو نداره که به اون قیمتی که داره اعلام میکنه که با قیمت بازار آزاد همون موقع اختلاف فاحشی داشت، نتیجهش این خواهد شد که یک، سوء استفاده ارزی صورت خواهد گرفت، و دو، به هر حال قیمت بازار آزاد برمیگرده. اون چیزی هم که امروز راه اندازی شده به نوعی یک نوع بازار آزاد، البته با نظارت، به این معنی که درسته که بر اساس توافق خریدار و فروشنده در واقع این نرخ تعیین میشه که میتونه هر رقمی باشه، ولی دست کم بانک مرکزی نظارت خواهد داشت در مورد این معاملات. در همین هفته های اخیر وقتی بحث ارز بالا گرفت، ما دیدیم که برخی اداره ها، برخی سازمان ها رفتن ارز دولتی گرفتن، چیز دیگری وارد کردن. آیا این سامانه جدید راه رو به روی چنین فسادهایی میبنده یا نه؟ احتمال داره قدری کم کنه از اینها، ولی ببینید اتفاقی که در این سامانه میفته بخشی از نیاز رو برآورده میکنه، ولی وقتی شما در بازار دلار 8000 تومانی دارید و جایی هست که دلار 4200 تومانی میده، طبیعی است در هر سیستمی، چه در ایران چه در جای دیگه، که این انگیزه ایجاد بشه که عده‌ای سعی بکنن که دست پیدا کنن به این دلار ارزان‌تر و اون رو برای کار غیر از اون چه که در واقع براش تعریف شده استفاده کنن. کما اینکه هر روز ما داریم در واقع مستندات بیشتری در مورد این میبینیم که بیرون میاد. همون موقع خیلی کارشناسا گفتند که یک همچین نرخ گذاری وقتی تفاوت فاحشی با نرخ اون موقع بازار که 6000 تومان بود و الان که 8000 شاید خیلی بیشتره داره، وقتی همچین تفاوت فاحشی وجود داره خودش مبنای رانت میشه که شد. ما الان لیست هایی داریم از واردات، همونطور که اشاره کردی، در مورد اینکه نهادها، شرکت ها یا افراد دلار 4200 تومانی گرفتن تحت یک عنوان و اونو استفاده کردن تحت عنوان دیگری. و این تا وقتی که وجود داره یه همچین اختلافی، به رغم اینکه یک بازار ثانویه‌ای درست بشه، این منشأ رانت و فساد خواهد بود کماکان. ممنونم از توضیحاتت امیر پایور در استودیو همراه من. موری داشته باشیم بر سرخط خبرهای مهم این برنامه. حسن روحانی که در ادامه سفر اروپاییش به اتریش رفته میگوید اگر منافع ایران تضمین شود، این کشور بدون آمریکا هم در برجام میماند. در دومین روز از اعتراض‌ها به دستگیری نماینده ژنرال دوستم در فاریاب، یک نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. معترضان ساختمان ولایت را آتش زدند. در ادامه این برنامه از نیویورک میشنویم، شهری که با وجود خروج دونالد ترامپ از توافق پاریس به مقابله با تغییرات اقلیمی پایبند است. دادگاهی در مالزی نخست وزیر پیشین این کشور را رسما به اختلاس و فساد مالی متهم کرده. نجیب رزاق به اختلاس صدها میلیون دلار متهم شده و سبک زندگی خودش و همسرش به عنوان نمادی از تجملگرایی و ریخت و پاش حالا معرفی شده. این سیاستمدار 64 ساله اما میگوید که بیگناه است و این اتهام ها با انگیزه های سیاسی مطرح شده. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. مشکلات نخست وزیر پیشین مالزی تمامی ندارد.
اول شکست در انتخابات دو ماه پیش، بعد ممنوع خروجی و حالا حضور در دادگاهی که قرار است او را به اتهام فساد مالی محاکمه کند. در زمان تفهیم اتهام سرش پایین بود. وقتی با وثیقه آزاد و جلسه بعدی دادگاهش به بهمن ماه امسال موکول شد، بعد بیگناهی خود تأکید کرد. اگر این بهای 42 سال خدمت به ملتمه، من آمادم. اما وقتی پلیس منزل نجیب رزاق را بعد از شکست در انتخابات و درز اتهامات فساد مالی تفتیش کرد، مقادیر زیادی اجناس لوکس پیدا کرد. از جواهرالات گرفته تا کیف‌های زنانه گران قیمت، هر یک به ارزش 300 هزار دلار. سبک زندگی همسر نجیب رزاق تداعی کننده یک دوران ریخت و پاش و حیف و میل اموال عمومی در مالزی بود. نجیب رزاق متهم است که از طریق حساب‌های یک شرکت تأمین سوخت به نام یک MDB صدها میلیون دلار اختلاس کرده. یک فقره از اتهامات او انتقال 10 میلیون دلار از حساب یک MDB به حساب شخصی خودش بود. وکلای نجیب رزاق میگویند بیگناهی او را در دادگاه ثابت خواهند کرد. طرفداران او با تشویق‌ها و شعارهای خود بیرون دادگاه امیدوارند که چنین شود. اما وقتی نجیب رزاق با اسکورت سنگین به خانه برمیگشت، کسی امیدی به احیای سیاسی این سیاستمدار 64 ساله نداشت. سیاوش اردلان، BBC. مقام های افغان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان در حمله آمریکا به شرق افغانستان کشته شده. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به BBC گفته که عمر رحمان که اصالتاً اهل منطقه سوات پاکستان بود، در ولایت کنر با پهپاد هدف قرار گرفت. مولا فضل الله رهبر طالبان پاکستان هم اخیراً در حمله هوایی در ولایت کنر کشته شد. مقام های تایلند میگویند هیچ اقدامی نمیتوانند بکنند که امنیت نوجوانان عضو تیم فوتبالی که در یک غار گیر افتادن رو به خطر بندازه. آنها گفتند که هنوز عملیات نجات رو شروع نکردند. تصاویری که میبینید تصاویر زنده‌ای هست که از محل این غار داریم. بیرون غار در فاصله مناسبی بسیاری از روزنامه‌نگاران قرار گرفتن تا ببینن که وضعیت این 12 پسر بچه نوجوان و مربی فوتبالشون که در یک غار سیل زده موندن چه شده. مربی اونها البته سالمندتره، اما حالا که پرستارها و یک پزشک و یک پرستار تونستن به غار وارد بشن، به نظر میاد که وضعیت اونها بهتره. حتی تصاویر دیده شده از خنده اونها که در انتظار این هستن که نجات پیدا کنن از این غار. رعنا رحیم‌پور از جزئیات این عملیات میگه. لبخند و تعظیم. 12 پسر بچه تایلندی رو به دوربین خودشان را معرفی میکنند و میگویند حالشان خوب است. در کنار یکی از اعضای نیروی دریایی تایلند که به آنها میگوید همه جهان داستانشان را دنبال میکنند. آنها را دوشنبه پیدا کردند بعد از 9 روز بیخبری. آنها که از باران فرار کرده بودند به دلیل بالا آمدن سیل به اعماق غار پناه برده بودند. بیرون غار مادرانشان. خیلی خوشحالم که زنده و سالمه. نمیدونم چی بگم. از همه کسانی که کمک کردن ممنونم. دارم از دلتنگی برای پسرم میمیرم. خارج کردن آنها آسان نیست. هم به این دلیل که هیچ کدام شنا بلد نیستند و همین که بخش‌هایی از غار آنقدر تنگ و تاریک است که تنها یکی یکی میتوانند از آن عبور کنند. پسرها یا باید غواصی یاد بگیرند یا باید احتمالاً 4 ماه صبر کنند تا سیلی که غار را گرفته فرو بنشیند. مسئولان تلاش می‌کنند آب را تخلیه کنند و جلوی بالا رفتن سطح آب در داخل غار را بگیرند. آنها می‌گویند هیچ اقدام عجولانه‌ای نمی‌کنند که جان بچه‌ها به خطر بیفتد. باید 100% مطمئن بشیم که می‌تونیم پسرها رو خارج کنیم. نمی‌شه عجله کرد. داریم شرایط رو بررسی می‌کنیم و تنها به شرطی میاریمشون بیرون که هیچ خطری نباشه. در حالی که مسئولان مشغول بررسی وضعیت هستند، قرار است همچنان باران ببارد. هرچند خبرهای خوشحال کننده کم نیست، اما هنوز این کابوس برای فوتبالیست های کوچک و خانواده هایشان تمام نشده. رنا رحیم‌پور، BBC.
یه خبر کوتاه، آتش سوزی گسترده در چندین ایالت غرب آمریکا ادامه داره. آتش 280 کیلومتر مربع از نواحی اطراف ساکرامنتو، مرکز ایالت کالیفرنیا رو به خاکستر تبدیل کرده و صدها خانه رو تهدید میکنه. در ایالت کلرادو 8 محل آتش گرفته و ده ها خانه هم از بین رفته. ایالت های یوتا، واشنگتن و اورگان هم شاهد آتش سوزی بودن. گرما و باد شدید باعث گسترش این آتش سوزی شده. هفته آینده شهر نیویورک گزارش از پیشرفتش در مقابله با تغییرات اقلیمی به سازمان ملل ارائه میکنه، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پارسال از توافق اقلیمی پاریس خارج شد. شهرهای زیادی هستند در سراسر آمریکا که به طور مستقل تمام تلاششون رو برای مقابله با گرمایش زمین میکنن. گزارش ندا توفیق رو از یکی از محله های نیویورک با هم ببینیم. آبی که از خلیج جامائیکا به اینجا میرسد، همین حالا هم زندگی در محله براد چنل نیویورک را تغییر داده. حتی ممکن است تا پیش از پایان قرن 21 این جزیره را به جای غیر مسکونی تبدیل کند. اینجا یکی از کم ارتفاع ترین محله های نیویورک است و تنها یک مد شدید کافی است تا آب کف خیابان ها را بپوشاند. بذار بریم بیرون بعد مردابی که درست شده را ببینیم. باربار توربورگ در این منطقه سیلگیر زندگی می کند. محلاتی که ساکنانش در خطر سیل گرفتگی هستند در نیویورک زیاد است. همین دلیل است که این شهر به توافق اقلیمی پاریس متعهد مانده، هرچند پارسال دولت دونالد ترامپ از این توافق بین‌المللی خارج شد. این یه مسئله اعتقادیه یا بحث بر سر پذیرش اکتشاف و مستندات علمی؟ به نظرم نگاه ترامپ کاملا اشتباهه. اما به لطف اقدامات خودجوش شهر را ایالات متحده هنوز هم میتواند به توافق اقلیمی پاریس متحد بماند. در این دبیرستان در محله کویز برق چراغ‌ها و کامپیوترها از صفحه های خورشیدی تامین میشوند. نیویورک $1 میلیون برای افزایش کارآمدی ساختمان ها در این زمینه تخصیص داده است. وقتی که این کارو شروع کردیم 40 شهر با هم متحد شدن و ائتلاف شهرهای 30-40 رو برای مسائل اقلیمی به وجود آوردن. حالا تعداد شهرهای عضو این ائتلاف از 200 تا هم بیشتر شده. بهترین ایده ها رو دارن و تجربیاتشون رو در اختیار هم میذارن. دانش آموزان علوم در حال بررسی میزان صرف جویی در انرژی با کمک صفحه خورشیدی هستند. مطالعاتشان باعث شده که نیاز به اقدام جدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را بهتر درک کنند. با همکلاسیام درباره خاموش کردن چراغا جوک می‌سازیم، چون می‌خوایم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. وقتی روی موضوعی کار می‌کنی درباره‌اش آگاه‌تر هم می‌شی. و همینطور وقتی که هر روز با آن زندگی می‌کنید، مثل وضعیت ساکنان این محله، محال است که تصویری از آینده خانه‌شان در حالی که در آب فرو رفته ذهنشان را رها کند. ندا توفیق، BBC نیوز، نیویورک. مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال 2018 دیشب به پایان رسید و بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی هم جمعه و شنبه دیگه برگزار میشه. در برنامه امروز هشتگ شما میپرسیم که درباره هشت بازی مرحله یک هشتم نهایی چی فکر میکنید؟ حذف تیم‌های نامداری مثل آرژانتین، اسپانیا و پرتغال و شاید بیش از همه اونها آلمان براتون غیرمنتظره بود یا انتظار داشتید که این جام جام تیم‌های کوچکتر باشه؟ دوست دارید کدوم دو تیم رو در فینال جام جهانی روسیه ببینید؟ و اینکه نظرات شما رو بشنویم، میتونید با راه‌های تماسی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید با همکاران ما تماس بگیرید. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت تهران. به پایان این بخش خبر رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.